یک اصول یکسانی برای عرضه دارن. همشون اون پری آی پی او داره، این پری آی سی او داره، قبلش میان بازاریابی میکنن، ایدراپ میکنن. حالا اینا رو اصطلاحاتی که تو این جلسه یاد میگیریم، خیلی نگران این واژه ها نباشیم. و به این روش تامین مالی میکنن. عین همه، فقط نکتهش اینه این تو بازار کریپتو، این یکی تو بازار بورسه. این یکی صرافی داره، یعنی شما توی کریپتو صرافی میبینی، توی بورس کارگزاری میبینی. و خب اینا تقریبا یعنی نوع عملکردشون یکسانه، واسطه ای برای معامله گری هستن. دفتر سفارشات داره، همونطور که شما ثبت میکنید، مثلا میبینی اوردرت نشسته مثلا ردیف 20م 30م، حالا بیشتر بچه‌ای که تو کارگزاریان میتونن به این مسئله از آن داشته باشن. و همچین چیزی هم تو هر دوتاش هست، کارمزد بابت هر کدوم پرداخت میکنید. ادبیات معاملاتی تقریبا مشابهی داره، مثل لیمیت اوردر و مارکت اوردر و اینا، واژه‌ای که حالا مربوط به دوره حرفه‌ای میشه، ولی من تو این دوره بهتون یه چند تاشو یاد میدم که مثلا رو بایننس اگه کسی کار میکنه بتونه از اینا استفاده ببره. و هر دوی اینها KYC و AML داره. AML آنتی مانی لاندرینگ، قوانین ضد پولشویی، که شما توی یک دستور و یه توافقنامه‌ای که با کارگزاریتون امضا میکنید توی بورس تایید میکنی که مثلا این قوانین رو پذیرفتی و این کارا رو انجام نمیدی، اگر انجام دادی حسابت مسدود شه. یه احراز هویت ناو یور کاستمر انجام میشه، بهش میگن KYC، که تو بازار بورس دیدین دیگه این سجام بود، میرفتین یه عدد پول میدادین، یه عکسی ازتون میگرفتن و مدرک و فلان و بهمان و شماره حساب و شماره ملی. اینجا هم توی صرافی ها انجام میشه، ولی با یک ادبیات مختلفی. و شباهت این دوتا از نظر فرایندی هست، یعنی هر دو KYC دارن، هر دو هم به قوانین ضد پولشویی پایبند هستن. چرا؟ چون اون داستان FATF و نظارت بر تمام نهادهای مالی در سراسر دنیا مورد تایید اکثر کشورها قرار گرفته. و من تو جلسه قبل از شما خواستم که یک اکانتی توی نوبیتکس برای خودتون به عنوان آموزشی ایجاد بکنید، بعداً مختاری که با هر کدوم از صرافی‌ها کار کنید. نمیدونم کسی هست که انجام نداده باشه اینوری بپرسم، یا مشکل داشته باشه تو انجامش. فرایند احراز هویت یه مقدار زمان بر هست، یعنی مثلا الان که هی داره قیمت میره بالا، جذابیت پیدا شده و اینکه اکثرا دارن وارد این بازار میشن، به همین خاطر شاید یه مقدار فرایند احراز هویتتون طولانی بشه. اما من پیشنهاد میکنم که حتما تو برنامه داشته باشین که این کار رو انجام بدید. خب من یه مقدار برم جلوتر، بعد یکی دوتا اسلاید رو بعد اینو ببندم بهتون نمایش بدم. آیا سرمایه گذاری در بازار بورس یا بازار فارکس یا بازار بورس کالا، حالا من بورس کلی گفتم، اوراق یا کالا، توی ارزهای دیجیتال هم میتونیم از اون تجربه استفاده کنیم؟ قطعاً بله. ببین، تجربه اولین چیزی که خیلی مهمه، تجربه معامله گریه. یعنی شما در بازار کریپتو همون فضای استرس رو داری و این فضای استرس مشابه همون فضای بازار بورسه. اما تفاوتی که وجود داره، بازار بورس ها 7 در 24 نیست، یعنی یه شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه است، پنج شنبه، جمعه تعطیله. اما حالا اون برم که مثلا شنبه یک شنبه تعطیله، اما تو بازار کریپتو یه بازار 7 در 24 که شما مثلا میخوای حواست باشه که چینی ها وقتی از خواب بیدار میشن یه دفعه این همه آدم شروع میکنن خرید کردن دیگه. حالا 1 میلیارد و چقدر، 700-800 میلیون دیگه اگر اشتباه نکنم، یه 15-20% هم درگیر این بازار بشن، اندازه 2-3 تا ایران دارن یه دفعه میان تو بازار خرید بکنن، بفروشن، کار انجام بدن. همین که از خواب بیدار میشن یه ترند هم ایجاد میکنه توی بازار. تجربه تحلیلگری هم تا حدی مشابه، یعنی اون چیزی که شما تو بازار بورس ازش استفاده کردین تقریبا میشه تو بازار کریپتو استفاده کرد. فقط باید اون شاخصهای ویژه بازار کریپتو هم بهش مسلط بشید. خب من سوالات مربوط به چیز رو جواب خواهم داد، مربوط به احراز هویت ها رو. قرار گرفتن در موقعیت های پر استرس، آشنایی با اشتباهات رایج سرمایه گذاران، دیدین که بعضا میخوان بخرن میفروشن، میخوان بفروشن میخرن، از این اشتباهات شده. یا اینکه مخصوصا تو بازار کریپتو که نمادها خیلی خیلی به هم نزدیک هستن، پیشنهاد من اینه که به هیچ عنوان، یعنی خیلی با دقت این کار رو انجام بدید.
آشنایی با اصطلاحات بازارهای مالیه که تقریبا مشابه تو اینا مثل مارکت اوردر رو نمیدونم دی او ام و اینا چیزهای زیادی که حالا ما طی دوره با هم یه تعدادش رو مرور میکنیم. و نکته مهم استاپ لاس و تک پرافیت، یعنی شما اگر استراتژی نداشته باشی، برنامه نداشته باشی، استاپ لاس بکنی یعنی ضرر بس، یعنی اشتباه تحلیل کردم، همینجا میزنم میام بیرون، یه ضرر شناسایی میکنم که یه ضرر گنده تری به هم وارد نشه. یا بحث تک پرافیت، وقتی میره بالا کجا بفروشم؟ الان سوالی که برای من پیش میاد و میخوام شما هم بهش فکر بکنید، خودتون بزنید جای کسایی که بیت کوین رو 1309 تا چه خریدن، 1 دلار شد 100 دلار هر یه دونش، 1 میلیون و چقدر میشه؟ 1309 100 دلار 130,000 دلار میشه. خب 1 دلار کجا، 130,000 دلار کجا؟ واقعا کجا باید میفروختن؟ آیا شما فکر میکنید جای اونا بودین همینجا میفروختین؟ کسی اینجا رو دیده بود تو این نقطه؟ اینا نکات مهمیه که قبل از این قیمت به اونجا برسه باید در خصوصش فکر بکنید. در خصوص این صرافی هم بله، اینا دو تا سطح تعریف کردن، یه سطح معامله‌گری که میتونی فقط بخری بفروشی، الان مشکلی هم نداره، برای کوتاه مدت خوبه، میتونید بخرید بفروشید، حالا از یه فرصت بازار استفاده کنید، ولی اجازه نمیده ویدرا کنی به کیف پولت، اونم به خاطر اینکه باید احراز هویتش انجام شه، حالا یه کیو سنگینی داره، تعداد زیادی آدم منتظرن که احراز هویت انجام بشه بتونن مثلا پولاشون منتقل کنن به کیف پولشون. پیشنهاد من اینه که اگر به خاطر اینکه درگیر بازار شین، یه مبلغ حالا نه خیلی زیاد جزئی رو بیاین درگیر خرید و فروشه بکنید، ببینید یه خورده دستتون بیاد فضای بازار، بهتون کمک میکنه که حس بهتری از اون پیدا بکنید. بحث اصطلاحات رایج و کاربردی، اینو برای چی دارم میگم؟ ببینید ما این تو این جلسه بهتون یه سری سایت معرفی میکنم که اینا اخبار مربوط به کریپتوکارنسی رو تهیه میکنن و سایت های ایرانی و کانال ها و گروه های ایرانی هم که فارسی زبانی هم که دارن تو این حوزه کار میکنن، اون اخبار رو میگیرن فقط فارسیش میکنن، کمتر مثلا حالا تحلیلی من دیدم روش باشه، یا اگرم تحلیلی هست ترجمه تحلیله. خب شما با یه دست دیرتر بهتون میرسه، شاید یکی دو روزم زمان ببره تا این اخبار رو منتشر کنن، الا ایحال برای اینکه بتونید از این تیترها و اخبار و گزارشاتی که تو این حوزه نوشته میشه مطلع بشین، دقت داشته باشین، یه سری اصطلاح پیش پاتون هست که باید از اینها در خدمتتون عرض شود مطالعتون استفاده بکنید. حالا مثلا من اینجا نمونه های اینو خدمتتون نوشتم که شما هم میتونید ازش استفاده بکنید، مثلا FOMO fear of missing out، یعنی اینکه مثلا ترس از دست دادن فرصت. الان یه چیزی که به وجود میاد، قیمت 40,000 باعث فومو شده. امروز داشتم یه مقاله ای رو میخوندم، دیدم نه پنجشنبه بود، در خصوص XRP بود که فومو این تریدرهای آسیایی باعث مثلا بالا رفتن قیمت XRP شده. حالا میخوام بگم که فومو میشه، اگر جای دیدین، این abbreviation fear of missing out، یعنی ترس از دست دادن فرصت، یعنی سری میپرن خریدشون انجام میدن. عرض شود که BTFD که میشه باید، ببخشید این اصطلاح دیگه، حالا من مجبورم این چیزش میگم، یعنی باید فاکینگ دیپ، یعنی کف خریدن و سقف فروختن، و خب این یکی از به قول معروف کعبه آمال آرزوی هر معامله‌گری که بتونه تو کف بخره و تو سقف بفروشه. هودل که همون مخفف جابجا شدن، هولد کردن، یه داستانی داره که مثلا یه توی فورومی داشته یکی تونتون می نوشته، بعد مثلا اشتباه می نویسه هولد و می نویسه هودل، دیگه این هودله دیگه میمونه رو کریپتو، به معنای نگه خرید و نگهداری کریپتو هست. فود هست به معنای fail uncentrally and adopt، یعنی اینکه فروش به دلیل توجه به اخبار و شایعات، یعنی رفتن دنبال این که مثلا فلانی گفته این اتفاق میفته. تو این بازار هم خیلی داغه، این آقای مکافی هم یکی از این آدمهایی بود که دستگیر شد تو این حوزه، خیلی از آی سی آر رو تبلیغ میکرد، پامپ قشنگی هم میزد، خودش هم میلیون دلاری از این بازار زده به جیب. حالا به خاطر اون قوانینی که که امریکا هست تحت تعقیب قرار داده تو اینترپول گرفتش، حالا باید ببینید چه بلایی سرش میارن.
اگزییت اسکم هست، خروج از پروژه های اسکم، تعدادشون زیاده و روش شناساییشون بسیار ساده است. وال هست، اصطلاحا میگن نهنگ، یه وال اومد تو بازار باعث شد قیمت بره بالا. و امروز اصلا نقشه وال ها میخوایم با هم ببینیم روی سایتی که به شما کمک میکنه که ببینید والا کجا دارن وارد میشن، احتمال داره تا کجا هم بزنن زیر این کوینه بره بالا. رکت هست، میگه به معنی مثلا از دست دادن سرمایه، اصطلاحا مثلا به فنا رفتن به خاطر یه تحلیل اشتباه. شیت کوین مثل همون پنی استاکه تو بازار بورس، یعنی کوین بی ارزش. ببینید اصل مارکت کپ دست 50 تای کوین اوله. حالا این 50 تا کوین اول کجا میتونیم ببینیم؟ امروز بهتون نشون میدم. تو دمونه، یعنی وقتی که مثلا میگن بیت کوین تو دمون، یعنی یه دفعه قیمتش میزنه بالا و حالا مثلا میره به ماه. ونمون که حالا مثلا کی به این اتفاق میفته، میگن این اصطلاحاتی که توی ادبیات فرومی خیلی استفاده میشه، حتی تو مقالات هم دیگه دارن ازش استفاده میکنن. یکی از اصطلاحات جذابش این لامبو، مخفف لامبورگینیه، که حالا تارگت کریپتو بازار اینه که لامبورگینی بخرن با این کریپتوهایی دارن، مثل کسایی که تو بورس المی لندن تو حوزه فلزات دارن کار میکنن و تارگت، یعنی مثلا میگن فلانی پارسال از پاداشی که گرفت توی حوزه حالا مثلا صرافی کارگزاری که کار میکرده یه بنسلی خریده، اینم مثلا شاخص گیج موفق و ناموفق بودن آدم هاست. بک هولدرها کسایی هستند که یه کوین رو نگه میدارن برای یک مدت، یعنی هودل میکنن برای یک مدت طولانی، و شما تو کیف انواع کیف پولای بازار کریپتو میبینید که تعداد زیادی از اونها رفتن و چندین سال هستش که کریپتوهاشون رو نگه داشتن، هیچ نگرانی هم ندارن و حالا هم شاید فروشنده نباشن. و دیور دو یور اون ریسرچ. ببینید پایان همه این مقالات مثلا چیزای پیش بینی قیمت میگن شما برید تحقیق خودتون هم بکنید، و خب این نشونه این هستش که به این راحتی شما نمیتونید مثلا